سلام میگم به همه شنوندگان عزیز. من هم سلام عرض میکنم و ممنون از اینکه ما رو انتخاب کردید. آیا انسان میتواند بدون خوابیدن زندگی کند؟ از نظر خیلی از مردم خوابیدن یه جور هدر دادن وقته و از منظر تکامل هم همین گونه به حساب میاد. اما در کل انسان یک سوم از زمان خودش رو صرف خوابیدن میکنه و همین مسئله چنانچه در حیات وحش زندگی کنه میتونه اون رو در برابر حملات احتمالی آسیب پذیر کنه. با این همه اشکال مختلف زندگی همزمان با رشد و پیشرفته تر شدن خودش باز هم به خواب نیاز دارن و این احتیاج هیچ وقت در اونها از بین نمیره. برای دانشمندان مدرن این مسئله هنوز هم نامعلومه که آیا اندام‌های تکسلولی هم می‌خوابند و آیا این موجودات ساده هم ریتم‌های شبانه روزی مثل اونچه در موجودات پیشرفته‌تر یافت میشه رو در خودشون دارن یا خیر. بر اساس تحقیقات انجام شده، کرم‌های کوچک دریایی حتی تمایل بیشتری به خواب دارن و در چرخه‌هایی که به میزان قابل توجهی شبیه به انسان به نظر میان، از خودشون ملاتونین تولید می‌کنن. طبق پژوهشی که در سال 2008 میلادی توسط دانشکده پزشکی پنسیلوانیا انجام شد، احتیاجات و عادات کرم‌های گرد در خوابیدن شبیه به انسانه و چنانچه این موجودات نتونن به اندازه کافی بخوابن، نیازشون به خواب هم بیشتر میشه. بعضی از پژوهشگران عنوان کردند که نیاز به خواب با پیچیده‌تر شدن بیشتر مغز انسان افزایش پیدا میکنه و مجبوره که خودش رو با میزان بیشتر و بیشتر از داده‌های حسی ورودی مطابقت بده. بر این اساس انسان‌ها هرچه به سمت پیشرفت و توسعه پیش میرن، به جای اون که نیاز کمتری به خواب پیدا کنن، نیازشون به اون بیشتر میشه. مطالعه‌ای که در سال 2011 میلادی روی گونه خاصی ماهی به اسم کیفیش انجام شد، نتایج جالبی در مورد پدیده تکامل رو در خودش داشت. بر پایه این پژوهش، ماهی‌هایی که تو غارهای تاریک زندگی می‌کنند، طوری تکامل پیدا کردند که چشم ندارند، در حالی که گونه‌های مشابه این جانور که در معرض نور قرار داشتند، چشمان خودشون رو حفظ کردند. اون ماهی‌های بدون چشم که در تاریکی زندگی می‌کنند، داده‌های حسی کمتری رو در مقایسه با ماهی‌های دارای چشم دریافت می‌کنند. وقتی که دانشمندان چرخه‌های خواب این موجودات رو مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند که موجودات زیرزمینی میزان خواب کمتری در مقایسه با موجودات روی زمین دارند. با این همه، هر دو گروه از این موجودات سطح یکسانی از عملکرد و فعالیت رو از خودشون به نمایش می‌ذارند. البته دانشمندان همچنان به دنبال پیدا کردن راه‌های برای هوشمندتر کردن بدن هستند تا امکانی رو برای انسان فراهم کنن که بدون تحت تأثیر قرار گرفتن وضعیت جسمانی و یادگیریشون ساعت بیشتری رو در وضعیت هوشیاری باشن. بر پایه مطالعه‌ای که در سال 2009 میلادی انجام گرفت، ژنی به اسم HDEC2 در بدن وجود داره که نیاز به خواب رو در بدن تنظیم می‌کنه و افرادی که این ژن در بدنشون جهش پیدا کرده، میتونن بدون نیاز به تقریباً هیچ میزان خوابی زندگی کنن. اگر دانشمندان یاد بگیرن که چطور اون ژن رو دستکاری کنن، ممکنه راهی رو پیدا کنن که بر اساس اون انسان بتونه بدون نیاز به خواب یا کمترین میزان اون زنده بمونه. بقیه پژوهشگران هم امیدوارن که با استفاده از روش‌های مصنوعی انسان رو بیدار نگه دارن. در سال 2002 میلادی دانشمندان دانشگاه کلمبیا کشف کردند روشی به اسم شبیه‌سازی مغناطیسی کرانیال یا همون TMS که سیگنال‌های الکتریکی رو برای مغز ارسال می‌کنه، ممکنه بتونه افراد رو در برابر خواب مقاوم کنه. با این همه این فرایند همچنان در مرحله تست قرار داره. خب شنوندگان عزیز، این پادکست کوتاه اینجا به اتمام رسید. امیدوارم شنیدنش براتون مفید باشه. خدا نگهدار.